توسعه ملی از ابتدای کار خود یعنی نیمه دی ماه 89 تا کنون 66 هزار میلیارد تومان به بخش‌های کشاورزی و صنعت تسهیلات پرداخت کرده است. حسب اساسنامه ما و نظر رهبری بخش خصوصی اولویت اول را داره و 80% منابع ما در اختیار بخش خصوصی برای توسعه‌های مختلف کشاورزی و صنعتی است. به سراغ کارخانه‌ای در نزدیکی تهران رفتیم که محصولاتش لبنیات است و به نقاط دوردست کشور و حتی فراتر از مرزها صادر می شود. کارخانه‌ای با قدمت بیش از 40 سال که برای توسعه و افزایش نوع محصولات خود سال 94 21 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی وام می گیرد تا از فناوری و ماشینالات روز دنیا استفاده کند. ما 37 هزار بطری در ساعت تولید داریم. این خط جز پیشرفته ترین خطهای دنیا هستش. فول اتومات تمام ماشینالات، نوع بسته‌بندی هایی که برای اینجا انتخاب کردیم همشون از بسته‌بندی و دستگاه‌های به روز اروپایی هستند. این امکانو داریم که در لول و در لول استانداردهای بین‌المللی هم محصول تولید کنیم و صادرات خوبی هم داشته باشیم. تولید کنندگان لبنیات کشورمان علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای صادراتی خوبی در کشورهای همسایه و حتی کشورهای مختلف جهان به دست آوردند. بر عراق، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، عمان، امارات، قطر، کویت و در واقع روسیه داریم محصول صادر میکنیم. ظرفیت تولید لبنیات روزانه این کارخانه 3000 تن است که با بازاریابی بیشتر امکان استفاده از تمام ظرفیت تولید کارخانه هم فراهم خواهد شد. استانداردهای ملی و بین‌المللی رو استقرار دادیم و یک سیستم یک بارچه رو در حقیقت استفاده داریم تا تضمین کنیم کیفیت محصولاتمون رو. این کارخانه تولید لبنیات فروردین امسال اقساط وام خود را با صندوق توسعه ملی تسویه کرد. برهه‌ای که این وام به ما تخصیص پیدا کرد سال 94 بسیار سازنده بود. درآمد ارزی کشور از لبنیات در سال 96 با صادرات 457 هزار تن به 773 میلیون دلار رسید و در سال 97 با صادرات 396 هزار تن لبنیات 735 میلیون دلار ارز به دست آوردیم. با حمایت از کارخانجات بخش خصوصی که سهم عمده از تولید و صادرات لبنیات کشور را به عهده دارند، می توانیم سهم درآمد غیر نفتی را افزایش دهیم. یک سال و نیم از عمر این کارخونه میگذره و 1600 نفر در اون مشغول به کارن. قرار در یک سال و نیم آینده تعداد شاغلین در این کارخونه به 5000 نفر برسه.